با درود خدمت دوستان گرامی، بحث تفاوت‌ها رو پی می‌گیریم. میتلوایلر رو زیاد می‌پرسن. میتلوایلر معنی در این بین، در این حین، و زایتم یعنی از اون موقع تا الان. خب الان مثلا یه نفر من خیلی وقت ندیدم. Ich habe dich lange nicht gesehen. خیلی وقت ندیدمت. یا حالا بگیم به جای دیش بگیم مثلا اونو، اون پسره رو. Ich habe ihn lange nicht gesehen. مثلا یه نفر داره راجع به دوست شما صحبت میکنه، شما میگه ich habe ihn lange nicht gesehen. خیلی وقت ندیدمت. چی کار میکنه؟ Wie geht's ihm? حالش چطوره؟ Wie geht es ihm? فرض کنیم مثلا 10 سال ندیدش، یه روز ندیدش، 10 روز ندیدش، میخواد بگه در این بین، یعنی از زمانی که تو دیدیش تا الانی که داری راجع از بهش سوال میکنی، پس بین دو تا چیز همیشه. میتل داره بچه ها، میتل معنی وسطه، از میتل میاد. میتل وایل، وایل هم به معنی زمان هست، وایل یعنی سایت. پس در بین این زمان، در کدوم زمان؟ در اینجا اون زمانی تا اون موقعی که قبلنا دیدیش و الانی که داری ازش میپرسی، تو این زمان میگی میتلوایله. میتلوایله در این حین، در این بین، در این زمان حت گیهایراتت، ازدواج کرده. در این زمان پس، در این بینی که تو ندیدیش الان، میتلوایله حت گیهایراتت، میتلوایله حت ازش شایدن لسن، اون موقع مثلا ازدواج کرده بود. میگی در این بین، در این زمانی که تو ندیدیش، که الان تا الانی که داری ازش سوال میپرسی، طلاق گرفت. میتلوایله هات سی زوی کیندر. تو اون زمان، از اون پس، در کدوم بین، در کدوم حین، در حینی که اون زمانی که از آخرین باری که دیدیش تا الانی که داری سوال میکنی، پس یه زمانی بین دو تا چیز هست، دو تا واقعه هست، و در این بین معنیش کنید، در این حین معنیش کنید، راحت میتونید باهاش شغله بسازید. میگی مقاطعی تو این حین ها مرده. میتلا وایلا ایست گشتورن، مرده. یا ایست زی گشتورن، اگر بیگیت از ایه بگیم. حالا او چطوره دختر باشه. پس ببینید که حالا کی مرده دقیقا نگفته اینجا. گفته میتلا وایلا، یعنی از زمانی که تو اون موقع دیدیش تا الانی که داری صحبت ازش سوال میگیری، حالش میپرسی، حالا این وسط مسطا افتاده مرده. خب پس همیشه بین دو تا چیز هست. مثلا میتلوایله کان زی زیر گود دویچ اسپرشن، یا میتلوایله کان ار زیر گود دویچ اسپرشن. تو این بین، از اون که ندیش الان، اون آلمانیش هم خیلی خوب شده و صحبت میکنه و اینا. میتلوایله مثلا انگفانگ هابت سو کوخن، زمانی که من شروع کردم به غذا پختن، واردی کش زاوبا. میدونی که آلسو وقتی که زمانی که بخوایم بگیم در گذشته باشه، از آلس استفاده میکنیم به جای ون. پس زمانی که شروع به پختن کردم، پس یه زمانی در گذشته است. واردی کش زاوبا، اون موقع کش زاوبا بود. میتلوایل ایستی این کاوس، در این بین یک درهم برهمیه الان. خب پس زمانی که اون داشته میپخته، یه زمانی بوده آشپزخونه تمیز بوده، پس از اون زمانی که داشته میپخته همه چی تمیز بوده، تا الانی که داره حرف میزنه یه زمانی طی شده، درسته؟ تو این زمان، پس تو این زمان میشه گفت، در این زمان، تو این زمان، در این حین، ایسی ان کاوس. کاوس یعنی چیز درهم و برهم و قاطی پاتی، همه چی ریخته به هم، دیگ رفته تو قابلمه، قابلمه رفته تو بشقاب، به هر حال قاطی پاتی. عدس و کلم، قرو قاطی. خب بگیم Ich habe mein Studium vor zwei Jahren beendet. دو سال پیش تموم کردم درسمو، تحصیلاتمو. خب پس دو سال پیش تمام کرده. الان دو سال پیش تموم کرده، اینجا تموم شده. پس الان یه زمانی گذشته، الان دوباره داره راجبش صحبت میخواد بکنه اینجا. پس از اون زمانی که تموم کرده تا الان یه زمانی گذشته دیگه، درسته؟ تو این بین. پس میگه میتلوایله هابه ایش این گوتن جاب، در این بین، تو این مدت شغل خوب دارم. اون این ایگن وونونگ یا آپارتمان شخصی خودم هم داره. پس میتلوایله اینجا حتما باید بگه به اندت، نمیشونه بگه بگونن، اینم میشه. ایش ها من شتودیوم فا، 10 سال پیش شروع کردم به گون
Mittlerweile habe ich einen guten Job und eine eigene Wohnung. یعنی از زمانی که اون شروع کردم داره میگه تا الانی که دارم راجع به این موضوع دارم دوباره صحبت میکنم یه زمانی گذشته، درسته؟ بین این دو تا یه زمانی گذشته و اینجا رو میگی میتلوایل. در این بین، در این وسط habe ich einen guten Job. خب. مثلا Sie hat versprochen rechtzeitig anzukommen. اون قول داد به موقع بیاد، برسه. Sie hat versprochen rechtzeitig anzukommen. خب، حالا اون موقع قول داد، از آنی که قول داد تا الانی که من اینجا میخوام دارم راجع به یه چیز به صحبت میکنم یه زمانی دیگه گذشته، درسته؟ میگم mittlerweile ist eine Stunde vergangen. در این بین، در منظور از کدوم بین؟ از زمانی که قول داد تا الانی که من دارم صحبت میکنم یه زمانی گذشته، یه ساعت حالا سپری شده، در این بین یه ساعت سپری شده. اون زیست ایمن اخنشیا یا زیست ایمن اخنشتا هنوز نیومده، هنوز اینجا نیست. پس mittlerweile خیلی توی روزمره به کار میره بچه ها. و یه این zwischen هم میشه گفت، این zwischen به جاش میشه این zwischen گفت. مثلا این zwischen ist eine Stunde vergangen und sie ist immer noch nicht hier. پس این که zwischen بین، باز mittel هم بین دوتا چیز هست و weil یعنی زمان، این هم میتونه به زمان اشاره کنه. میبینید پس مترادفه. پس چیز سختی نیست. همیشه یه چیزی در گذشته یا دارید الان راجبش صحبت میکنید، یه چیزی صحبت میکنید از اون چیزی که از قبل بوده بین این دوتا زمان، زمان قبلی یا اون چیزی که الان دارید میگید، میشه mittlerweile به کار برد. seitdem بچه ها یعنی از اون موقع تا حالا، از اون موقع تا حالا. ببینید seit یعنی از یا از زمانی که، درسته؟ dem که داشته باشه من از اون موقع، منظور از اون کدوم موقع از چیزی هست که تو جمله قبلی گفته شده بچه ها. پس باید یک رفرنس زمانی تو جمله قبلی باشه، بعد من بیام میگم seitdem تا بتونم بگم از اون موقع تا حالا. اگه یه چیزی نگفته باشم نمیتونم بگم اونو بگم، اون موقع رو بگم، درسته؟ میتونم بگم از زمانی که، اگر زمانی که بگم بعد باید بیام اون زمان رو توضیح بدم. راجع به seitdem و seit و up توی جمله درس بعد میگم، ولی اینجا زایتمو تکمیل میکنم که فرقشو با میتلوایله بدونید. خب بگیم ما ich habe mein Studium vor zwei Jahren beendet، تمومش کردم. از اون موقع تا الان زایتم یعنی از زمانی که تمومش کردم تا الان. ببینید میتلوایله اگه بگم به این معنیه که در این بین، حالا من دقیقا نمیدونم، مگه بگم در این بین، بین دو تا چیز اینجا و اینجا، این وسط شما هزار تا نقطه بذاریم، حالا کدومش بوده؟ تو این بین بوده دیگه، یکی از اینا بوده، یکی از این نقطه ها. ولی seitdem یعنی از اون موقع تا الان، یعنی از زمانی که تموم کردم تا الان، از اون موقع تا الان seitdem arbeite ich bei اینا فرما، توی شرکت کار میکنم. یعنی از زمانی که تموم کردم تا الان. پس اون موقع تا الان معنیش کنید. اگه بگم mittlerweile arbeite ich in einer Firma به این معنی است که از اون زمانی که تموم کردم، به معنی تموم کنم اینجا زایدم، یعنی من اینجا تموم کردم اینجا شروع میکنم به کار کردم. بین این دوتایی چی نیست، از زمانی که تموم کردم شروع میکنم به کار کردم. ولی mittlerweile وسطشون یه چند تا زمان دیگه هم، من نمیدونم دقیقاً کجاشه. در این بین، حالا ممکنه از همون که تموم کردم سریع شروع نکرده باشم، ممکنه 6 ماه بعد شروع کرده باشم، ممکنه 10 ماه بعد شروع کرده باشم، ممکنه اینجا صحبت میکنم میگم mittlerweile، ممکنه من 10 سال بعد از اینکه تموم کردم دارم صحبت میکنم. متوجهی؟ میگم mittlerweile دیگه، چون نمیدونم دقیق دیگه، نمیگم کدوم زمانه. ولی اگه بگم seitdem یعنی از اون موقع تا الان، از زمانی که تموم کردم تا الان. مثلا ich habe gestern viel alkohol getrunken، دیروز خیلی الکل خوردم. seitdem habe ich kopfschmerzen، seitdem habe ich kopfschmerzen، از اون موقعی که خوردم که تموم شد کفش مثلا الان شروع شد. حالا اگه بگم mittlerweile
Ich habe gestern viel Alkohol getrunken. Mittlerweile habe ich Kopfschmerzen. Yani, man dirus khordam, hala masalan ye saat ba'dish ma'lum nist, 2 saat ba'dish ma'lum nist, 3 saat ba'dish, 4 saat ba'dish, 5 saat ba'dish. Mitunam begam mittlerweile habe ich Kopfschmerzen. Ali inja zaitem jalab tare chun in zamani ke injas mushakhas az un mogha ta hala, yani az un mogha mittlerweile amuna ye miqdar tulani tar zamanash. Dige dar in bein در این بینی که خوردم از دیر خوردم و تا الان و منظورش هست، ولی زایدم از اون از داره، از اون موقع تا الان کفش مرسن دارم. خب من مهاجرت کردم، 2 سال پیش مهاجرت کردم. من زایدم لیبه ایش این دویچلند، از اون موقع تا الان تو آلمان زندگی میکنم. اگه بگم میتلوایل لیبش این دویچلند، یعنی دیگه در این بین. حالا در این بین ممکنه من بعد از مهاجرتم یه جای دیگه هم رفته باشم. حالا رفتم اتریش، بعد رفتم فرانسه، بعد رفتم هزار جای دیگه، درسته؟ بگم میتلوایل در این بینی که از زمانی که من مهاجرت کردم 2 سال پیش تا الانی که دارم راجبش حرف میزنم، در این بین حالا توی آلمان دارم زندگی میکنم. توجه اید؟ زایدم از و از اون موقع تا الانه، از زمانی که مهاجرت کردم تا الان. خب امیدوارم متوجه شده باشید، چیز راحتیه، هر دو هم خیلی استفاده داره، هم زایدم هم میتلوایله. میتلوایله که خیلی میشنوید، آف چی کار کردی، آه این تو اینجوری شد اونجوری شد، میتلوایله بلا بلا، این وسط در این وسط خلاصه اینجوری. حالا چند تمرینم بهتون میدم که خیلی مهمه اونا رو هم بنویسید.